اینجا اورشلیم، رادیو پیام اسرائیل. حسن روحانی امروز چهارشنبه اعلام کرد که به علت بحران کرونا و افزایش فقر و بیکاری در ایران تصمیم گرفته به یک سوم از خانواده های ایران ماهیانه 100 هزار تومان کمک معاش بدهد. خود روحانی پاسخ دهد که با این مبلغ ماهیانه چند کیلو گوشت میتوان خریداری کرد. امروز چهارشنبه 28 آبان ماه سال 1399 خورشیدی، 18 نوامبر 2020 میلادی و دوم ماه کسله و سال 5781 عبری است. به شرده شماری از مهمترین خبرهای روز را با آگاهی شما میرسانیم. نیروی هوایی اسرائیل اعلام داشت که سپیده دم امروز 8 موضع نظامی سپاه قدس را در سوریه هدف حمله قرار داده است. یک سازمان حقوق بشر سوریه میگوید که دست کم 5 تن از نیروهای وابسته به سپاه قدس در این حمله هلاک شدند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی که هنوز به طور رسمی انتشار نیافته هشدار داده که رژیم ایران تزریق گاز به سنتریفوژهای پیشرفته را در تأسیسات نتنز آغاز کرده است و این اقدام خروج عملی از توافق برجام می باشد. با این سنتریفوژهای جدید رژیم ایران می تواند با سرعت بیشتری به آن مقدار از اورانیوم غنی شده در سطح 80 تا 90 درصد برسد که برای ساخت بمب هسته‌ای مورد نیاز است. محمد جواد ظریف میگوید آمریکا به تعهدات خود در چارچوب برجام بازگردد. ایران نیز نقض تعهدات را متوقف خواهد کرد. رژیم ایران این واقعیت را نادیده میگیرد که تعهداتش نه تنها در برابر ایالات متحده بلکه خطاب به 5 کشور دیگر یعنی فرانسه، آلمان، بریتانیا، چین و روسیه است و نباید آنها را نقض کند، زیرا کشورهای نام برده تحریمی علیه رژیم ایران برقرار نکردند. در یک رویداد تاریخی وزیر خارجه امیرنشین بحرین همراه با یک هیئت بلندپایه به طور رسمی به اسرائیل آمد. مورد استقبال گرم وزیر خارجه اسرائیل قرار گرفته و طرفین در شهر اورشلیم به مذاکرات پرداختند. وزیر خارجه ایالات متحده نیز بعد از ظهر امروز در چارچوب سفرش به 7 کشور جهان وارد اورشلیم می شود. نخست وزیر اسرائیل و مقام ریاست جمهوری پس از قطعی شدن احتمال گزینش جو بایدن به ریاست جمهوری ایالات متحده تلفنی با او گفتگو کردند و بر لزوم حفظ و حتی گسترش روابط فیما بین تاکید داشتند. مقامات فلسطینی اعلام کردند که از تحریم اسرائیل و قطع مناسبات با این کشور دست بردارند و همکاری ها را از سر می گیرند و ممکن است به روند مذاکرات صلح نیز بازگردند. در ایران تلاش حکومت برای اجرای مقررات قرنطینه محدود ادامه دارد، ولی مردم اعتمادی به دولت ندارند و اجرای محدودیت ها بسیار دشوار است. شمار قربانیان روزانه همچنان در سطح بالا قرار دارد و مسئولان هشدار می‌دهند که به زودی شمار قربانیان به فراتر از 1000 نفر در روز خواهد رسید. مشروح این گزارش‌ها و خبرهای بیشتری را در رابطه با ایران و اسرائیل و مطالبی که به این دو کشور مربوط می‌شود در این مجموعه خبری یک ساعته با آگاهی شما می‌رسانیم. تیم خبری امروز ما شامل خانم لیلی بناییان، آقایان مرتضی لطفی و دکتر عبدالله قره‌گزلو می‌باشد. به این برنامه خوش آمدید. با تقدیم گرمترین درودها به همه شنوندگان در ایران، اسرائیل و دیگر کشورهای جهان این مجموعه خبری را به شما تقدیم می‌کنیم. در یک سفر تاریخی و برای نخستین بار وزیر خارجه بحرین همراه با یک هیئت بزرگ سیاسی و اقتصادی به اسرائیل آمد و پس از گفتگوهایی که با وزیر خارجه در شهر اورشلیم به عمل آورد، در ساعات بعد از ظهر با نخست وزیر و مقام ریاست جمهوری اسرائیل نیز دیدار و گفتگو می کند. این یکی از موارد معدودی است که وزیر خارجه یک کشور عربی به طور علنی به اسرائیل می آید و مورد پذیرایی رسمی قرار می گیرد. همین چند هفته پیش بود که بحرین با اسرائیل پیمان صلح و دوستی بست و اکنون با ورود عبداللطیف الزیانی به اسرائیل
مناسبات دو کشور وارد مرحله عملی می شود. در ساعت بعد از ظهر امروز و پس از دیدارهای وزیر خارجه بحرین با نخست وزیر و رئیس جمهوری، دیدارهای سگانه ای نیز با حضور مایک پومپئو انجام خواهد شد تا مناسبات نوپای دو کشور هرچه بیشتر قوام بگیرد. پومپئو که به دیدار از 7 کشور خاورمیانه و اروپا ادامه می دهد، در ساعت بعد از ظهر امروز وارد اسرائیل می شود. عبداللطیف الزیانی وزیر خارجه بحرین و گروه همراه او با نخستین پرواز مسافری که مستقیماً از منامع در فرودگاه بین المللی بن گوریون در اسرائیل به زمین نشست، از هواپیما پیاده شدند و از روی فرش قرمز عبور کردند و مورد استقبال گبی اشکنازی وزیر خارجه اسرائیل قرار گرفتند. کاروان این مهمانان سپس رهسپار اورشلیم شد و در دفتر وزیر خارجه به دنبال گفتگوهای بیشتر یک رشته پیمانهای دوستی و همکاری اقتصادی بین دو کشور به امضا رسید. بحرین پس از امارات عربی متحده دومین امیرنشین عرب بود که دست دوستی اسرائیل را فشرد و با این کشور پیمان دوستی امضا کرد. در حالی که امارات عربی متحده یک کشور ثروتمند عرب محسوب می شود، بحرین امکانات مالی کمتری دارد و همیشه از جانب حکومت ایران مورد تهدید بوده و با حمایت عربستان سعودی است که توانسته است این تهدیدها را دفع کند و دوستی با اسرائیل می تواند پشتوانه‌ای برای امنیت آن جزیره و گسترش همکاری در امور کشاورزی و صنعتی و شکوفایی داد و ستد بازرگانی باشد. خبرنگاران از منامع گزارش دادند که رسانه‌های همگانی در بحرین سفر وزیر خارجه آن امیرنشین به اورشلیم را در ابعاد گسترده مورد پوشش قرار دادند. انتظار می‌رود که پروازهای مستقیم هوایی بین اسرائیل و بحرین از هفته آینده آغاز شود. دولت عربستان به اسرائیل و امیرنشین‌ها اجازه داده در جریان پروازهای مستقیم بین دو کشور از حریم هوایی عربستان بگذرند. نیتن سیلز، هماهنگ کننده ضد تروریسم وزارت خارجه آمریکا، در گفتگو با خبرنگاران گفت که رژیم ایران به دلیل حمایت از تروریسم در جهان و نقض حقوق بشر در داخل آن کشور تحریم شده است. آقای سیلز در این گفتگو در پاسخ به پرسشی که از خبرنگاران درباره تحریم‌های احتمالی علیه ایران گفت که دولت فعلی آمریکا به طور بی‌امان و بی‌وقفه از ابزار تحریم‌ها برای افزایش فشارها بر رژیم ایران استفاده کرده است. او همچنین با بیان اینکه درباره برنامه‌های آتی تحریم‌های احتمالی صحبتی نمی‌کند گفت که تحریم‌ها علیه ایران فقط به خاطر حمایت ایران از تروریسم در جهان نیست، بلکه به خاطر نقض حقوق بشر در داخل ایران نیز هست. آقای سیز افزود آمریکا نسبت به پاسخگو کردن ایران به خاطر خونریزی‌هایی که در سراسر جهان از آمریکای جنوبی گرفته تا اروپا، سوریه، لبنان، یمن و دیگر نقاط جهان مرتکب شده متعهد است. هماهنگ کننده ضد تروریسم وزارت خارجه آمریکا در پایان گفت ما به استفاده از اختیارات اعمال تحریم‌ها که کنگره در اختیار ما قرار داده و رئیس جمهوری آمریکا آن را بر عهده ما گذاشته است، به هر ترتیبی که تشخیص دهیم برای محافظت از منافع سیاست خارجی و امنیت ملی آمریکا استفاده خواهیم کرد. آقای سیل در این گفتگو همچنین از قرار گرفتن نام دو تن از رهبران گروه سومالیایی الشباب در فهرست موسوم به تروریست جهانی به طور ویژه معین شده خبر داد. در حمله موشکی ارتش اسرائیل علیه مواضع سپاه قدس در سوریه، به گزارش سازمان حقوق بشر سوریه که معمولاً منابع خبری معتبری دارد، دست کم 5 تن از نیروهای وابسته به سپاه قدس هلاک شدند. حکومت ایران همچنان به سکوت در این زمینه ادامه می دهد، ولی ارتش سوریه اعلام کرد که سپیددم امروز چهارشنبه چند موشک از خاک اسرائیل به سوی آن کشور شلیک گردیده، ولی اکثر آنها در هوا شکار شده
و چند موشک به خاک آن کشور اصابت کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل در یک اقدام کم سابقه تایید کرد که پرنده های نظامی این کشور بامداد امروز 4 قرارگاه نیروهای وابسته به سپاه قدس و همچنین 4 موضع ارتش سوریه را مورد حمله قرار دادند. در 2 ماه گذشته اوضاع در مرزهای 2 کشور آرام بود و حمله ای از جانب اسرائیل صورت نگرفت. ولی 2 روز پیش یک انبار بزرگ مواد منفجره در داخل خاک اسرائیل و در فاصله کمی از مرز سوریه شناسایی شد که سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که عوامل تحت فرمان سپاه قدس در سوریه این کار را انجام داده و قصد تعرض به اسرائیل را داشتند. از نخستین هفته های ورود سپاه قدس به سوریه، اسرائیل اعلام داشت که هرگز اجازه استقرار دائم به آن جنگجویان را نخواهد داد. در راستای این هدف، در 4 سال اخیر بیش از 1000 حمله هوایی به مواضع سپاه پاسداران در خاک سوریه رخ داده که اسرائیل تنها به شمار بسیار کوچکی از آن اعتراف کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل گفت که 4 موضع وابسته به سپاه قدس و 4 موضع ارتش سوریه به طور مساوی هدف قرار گرفته است. آگاهان امور امنیتی گفتند که اسرائیل با این شیوه یک بار دیگر به دولت دمشق فهمانده است که حتی اگر در این ماجرا نقشی نداشته و قاچاق مواد منفجره به داخل خاک اسرائیل توطئه حکومت ایران بوده و افراد وابسته به سپاه قدس آن را اجرا کرده اند، ولی ارتش و دولت سوریه به عنوان حاکمان آن کشور از مسئولیت مبرا نیستند. این واقعیت که اسرائیل به طور علنی اجرای این حمله را تایید کرد به هدف آن بوده که به رژیم ایران با آگاهی جامعه بین المللی هشدار داده شود که اسرائیل ادامه این گونه تعرضات را تحمل نخواهد کرد. همچنین ارزیابی آن است که اسرائیل قصد داشته به دولت آینده جو بایدن نیز گوشزد کند که سیاست اعلام شده علیه حضور سپاه قدس در سوریه همچنان دنبال خواهد شد و حتی اگر آقای بایدن با حکومت ایران مماشات کند این سیاست اسرائیل ادامه خواهد یافت. کارشناسان نظامی در اسرائیل میگویند که سپاه قدس به ویژه در دوران قاسم سلیمانی کوشید یک زیرساخت گسترده نظامی و تهاجمی در سوریه برپا سازد که از جمله شامل برپایی قرارگاه‌ها، ساخت اماکن حضور و خواب رزمندگان، فرودگاه‌های جنگی و انبارهای اسلحه بود. ولی در 2.5 سال اخیر اسرائیل همه این تلاش را با اجرای حملات مداوم هوایی خونسا کرده است. در این حال کارشناسان نظامی هشدار می‌دهند که بسیار ساده اندیشانه خواهد بود اگر تصور شود که اقدامات اسرائیل باعث ریشه‌کن شدن حضور نظامی سپاه قدس در سوریه شده باشد و یا در آینده به این گونه تلاش‌ها پایان دهد. مواضعی که در حمله سپیددم امروز بمباران شد از جمله شامل انبارهای اسلحه، قرارگاه نگاهداری و شلیک موشک، اقامتگاه‌های نظامیان و هدف‌های دیگر بوده است. سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده اعلام کرد که سقف نیروهای نظامی آمریکا در عراق و افغانستان برای هر کدام به 2500 نفر کاهش خواهد یافت. کریستوفر میلر در نشستی در پنتاگون گفت که این تصمیم تا روز 15 ژانویه عملی خواهد شد. پرزیدنت ترامپ نیز هنگام کارزار انتخاباتی خود قول داده بود که نیروهایش را از افغانستان و عراق بیرون بیاورد، ولی اقدامی که پرزیدنت ترامپ در افغانستان و عراق نیروهایی را که خارج می‌کند آسیبی به کارایی این نیروها در 2 کشور وارد نخواهد آورد. آقای میلر هفته گذشته پس از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مارک اسپر را از سمت وزیر دفاع برکنار کرد با عنوان سرپرست پنتاگون تعیین شد. به گزارش CNBC سرپرست وزارت دفاع در ایمیلی به کارکنان پنتاگون گفته بود که او از جنگ خسته شده است و زمان آن فرا رسیده که به جنگ‌های آمریکا در خاورمیانه پایان داده شود.
او افسوده است ما آدم های طالب جنگ دائمی نیستیم. این نقطه مقابل همه چیزهای نیاکان ما برای آن جنگیدن. همه جنگ ها باید پایان یابند. آقای میلر تصریح کرده که ایالات متحده در آستانه شکست دادن القاعده و شبکه های آن است. به گفته او ایالات متحده بر این چالش فائق آمده و اکنون زمان آن است که نیروها به خانه برگردند. به گزارش وزارت دفاع آمریکا از حملات 11 سپتامبر در سال 2001 به این سو بیش از 1.5 تریلیون دلار از مالیات آمریکایی‌ها صرف هزینه‌های جنگ در افغانستان، عراق و سوریه شده است. جنگ در افغانستان که طولانی‌ترین نبرد آمریکاست و 19 سال به درازا کشیده است، به گفته پنتاگون بیش از 193 میلیارد دلار هزینه روی دوش مالیات دهندگان آمریکایی گذاشته است. تصمیم پنتاگون در حالی اعلام شد که پیشتر میچ مک‌کانل رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در سنا نسبت به تغییرات سریع در وضعیت دفاعی یا سیاست خارجی آمریکا از جمله خروج نیروها از عراق و افغانستان هشدار داده بود. به گزارش رویترز آقای میچ مک‌کانل به خبرنگاران گفت فوق العاده مهم است که ظرف ماه‌های آینده هیچ گونه تغییر بنیادین در ارتباط با وضعیت دفاعی یا سیاست خارجی صورت نگیرد. و یه افزود که عقب نشینی پیش از موعد نیروهای آمریکایی از افغانستان و عراق اشتباه خواهد بود. پرزیدنت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کریس کرپس مقام ارشد امنیت سایبری در وزارتخانه امنیت داخلی را اخراج کرد. دونالد ترامپ در توییت این مقام دولتی را متهم کرده است که اظهارات بسیار نادرستی مطرح کرده است. به گزارش رویترز اگرچه مقامات آمریکایی عملکرد این آژانس امنیت سایبری را تمجید کردند، اما کرپس به دلیل وبسایتی که با عنوان کنترل شایعات برای دوره انتخابات راه اندازی کرده موجب خشم دولت ترامپ شده است. مقامات کاخ سفید خواستار ویرایش یا حذف محتواهای این وبسایت شدند و ادعا کردند که اظهارات نادرستی درباره انتخابات در این وبسایت منتشر شده است، موضوعی که با مخالفت کرپس روبرو شد. کریس کرپس مدیر آژانس امنیت سایبری وزیر ساختهای آمریکا وابسته به وزارت امنیت داخلی بود که هفته گذشته در بیانیه اعلام کرد انتخابات سوم نوامبر امترین انتخابات در طول تاریخ آمریکا بود. این مقام ارشد امنیت سایبری ایالات متحده هفته گذشته پیشبینی کرده بود که از مقام خود اخراج خواهد شد. اکنون که تقریبا قطعی شده که جو بایدن برنده انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده بوده است، رئیس جمهوری و نخست وزیر اسرائیل تلفنی با او تماس گرفتند و درباره روابط آینده بین دو کشور با او به رایزنی پرداختند. پرزیدنت روبی ریولین مقام ریاست جمهوری در سخنان خود با آقای بایدن تأکید کرد که همکاری‌های اسرائیل و ایالات متحده در همه زمینه‌ها فراتر از ملاحظات حزبی است و بی‌تردید در دوران بایدن نیز نه تنها ادامه خواهد یافت بلکه گسترده تر نیز خواهد شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر نیز در گفتگو با بایدن از دوستی دیرین بین آنان سخن گفت و ابراز اطمینان کرد که در دوران بایدن نیز مناسبات اسرائیل و ایالات متحده همچنان در مسیر شکوفایی پیش خواهد رفت. رئیس جمهوری و نخست وزیر اسرائیل 12 ساعت پس از آنکه رسانه‌های همگانی در ایالات متحده از پیروزی بایدن سخن گفتند، برای وی پیام شادباش فرستادند. ولی این نخستین بار است که آنها در تماس مستقیم تلفنی که هر یک به طور جداگانه انجام گرفت، درباره آینده روابط بین دو کشور با بایدن گفتگو می‌کنند. در پیام‌هایی که پیشتر به صورت غیر مستقیم از جانب اسرائیل برای بایدن فرستاده شده، به او یادآوری گردیده که تماس‌ها با رژیم ایران نباید به شیوه‌ای باشد
که عمر این حکومت را درازتر کند و به حکومت ایران امکان دهد دست اندازی هایش به کشورهای همسایه ادامه یابد. گابی اشکنازی وزیر خارجه اسرائیل در کمیسیون امنیت و امور خارجه پارلمان اسرائیل کنست گفته بود که اسرائیل از دولت آینده ایالات متحده انتظار دارد که در مذاکرات با رژیم ایران از مطرح ساختن مسائل موشکی ایران غافل نشود و به امور هسته‌ای بسنده نکند. گابی اشکنازی گفته بود که اسرائیل انتظار دارد در جریان کامل گفتگوها با رژیم ایران باشد و حق اظهار نظر داشته باشد. پیشتر گفته شده بود که نتانیاهو با جو بایدن سابقه دوستی 27 ساله دارد و بایدن در هر فرصتی از اسرائیل جانبداری کرده است. در مورد خانم کاملا هریس در سمت معاون ریاست جمهوری در ایالات متحده ابراز نگرانی می شود که وی دارای دیدگاه های چپگرایانه باشد و منافع اسرائیل را در نظر نگیرد. برخی کارشناسان این نگرانی را بی مورد می دانند و یادآور می شوند که همسر خانم هریس یهودی است، ولی مسلماً دین با امور سیاسی ارتباط مستقیم ندارد. 21 نماینده مجلس حسن روحانی را به تأخیر عمدی در ترخیص میلیون‌ها تن کالا در حمایت از جو بایدن متهم کردند. به گفته آگاهان امور ایران، این بخشی از کارزار انتخاباتی حکومت است که با این گونه حملات راه را برای به قدرت رسیدن باقر قالیباف یا فرد دیگری از میان تندوهای رژیم به مقام ریاست جمهوری هموار کند. این عده از نمایندگان مجلس در نامه خود خطاب به حسن روحانی او را متهم کردند که در جانبداری از جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به عمد مانع از ترخیص و توزیع به موقع میلیون‌ها تن کالای مورد نیاز مردم شده و با این کار سفره و معیشت مردم را به گروگان گرفته و تلاطم‌های جبران ناپذیری در بازار ارز و به تبع علیه ارزش پولی به وجود آورده است. نمایندگان مجلس که با تایید شورای نگهبان وارد مجلس شدند گفتند که در ماه‌های اخیر میلیون‌ها تن کالای اساسی علی‌رغم نیاز شدید اقتصادی کشور و معیشت مردم بی دلیل در بنادر و انبارهای کشور رسوب شده بود، در حالی که دولت نتوانست همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تنها طی 10 روز و با حذف کد رهگیری تأمین ارز 4 میلیون تن کالاهای اساسی را به طور ناگهانی ترخیص کند. نمایندگان مجلس که احتمال دارد با تحریکات قالیباف رئیس مجلس اقدام به نوشتن این نامه کرده باشند، در پایان نامه خود خطاب به حسن روحانی از او خواستند مراقب باشد تا منافع ملی و معیشت مردم بیش از این به اتفاقات خارجی گره نخورد و کشور از سوراخ اعتماد به وعده آمریکا دوبار گزیده نشود. محمد جواد ظریف بیان که به احتمال پیروزی قطعی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده اشاره کند، در آخرین بیانات خود با لحن ملایم‌تری سخن گفت، ولی در مورد امکان بازگشت به مذاکرات اتمی و موشکی با آمریکا هیچ گونه اشاره‌ای نکرد. وزیر خارجه حکومت ایران گفت که اگر دولت آینده ایالات متحده به همه تعهدات خود در چارچوب برجام بازگردد و به آن عمل کند، حکومت ایران نیز از ادامه نقض تعهدات خود دست برخواهد داشت و به چارچوب گذشته باز خواهد گشت. خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه نیز در واکنش خود همان سیاست اعلام شده رژیم را بازگو کرد که به موجب آن قضاوت درباره رئیس جمهوری آینده آمریکا تنها از روی سیاست‌ها و اقدامات او در برابر ایران خواهد بود. جو بایدن در کارزار انتخاباتی گفته بود که به برجام باز خواهد گشت که مفهوم آن لغو تحریم‌هایی است که پرزیدنت ترامپ با اعلام خروج از برجام دوباره علیه رژیم ایران برقرار ساخت. جناح تندرو در ایران
پیش شرط های بیشتری قائل شده و از جمله خواستار پرداخت میلیاردها دلار خسارت از جانب ایالات متحده بابت تحریم های اعمال شده در دوران پرزیدنت ترامپ است. ظریف در پیام خود گفت که بایدن پس از آن که مراحل آغاز ریاست جمهوری را پشت سر گذاشت می تواند با صدور دو حکم حکومتی همه تحریم ها را باطل سازد. ولی آشنایان به سیاست های ایالات متحده می گویند که باطل کردن همه تحریم ها یک امر ناشدنی است و رئیس جمهوری قادر به انجام آن نخواهد بود. این امر همچنین به آینده انتخابات مجلس سنای کنگره آمریکا بستگی دارد که در اواسط ماه ژانویه یعنی دو ماه دیگر روشن خواهد شد. در انتخابات دور دوم که قرار است در آن هنگام برگزار شود، دو نامزد جمهوری خواه با دو تن از دموکرات ها رقابت دارند و اگر نامزدهای دموکرات پیروز شوند، جمهوری خواهان اکثریت خود را در سنا از دست خواهند داد. ظریف در گفتگو با روزنامه ایران در رابطه با ایالات متحده گفت اگر آمریکا به همه تعهدات خود در چارچوب برجام عمل کند، ایران نیز به اجرای تعهدات خود بر اساس آن توافق باز خواهد گشت. این سخنان یک روز پیش از آن بیان شد که آژانس بین المللی انرژی اتم اعلام کرد که رژیم ایران با تزریق گاز به سانتریفوژهای نسل جدید تعهدات خود در چارچوب برجام را به صورت وخیمی نقض کرده است. حسن روحانی امروز گفت یک سوم شهروندان برای مدت 4 ماه نفری 100,000 تومان دریافت می کنند و کمک معیشتی برای 1/3 خانوارها تعیین شده است. معمولا برخی وعده هایی که دولت برای کمک های معیشتی می دهد به مرحله عمل در نمی آید. حسن روحانی گفته است طبق مصوبات ستاد ملی کرونا جلسات بالای 15 نفر نباید در شرایط قرمز برگزار شود و این دستور عملی است که در قرارگاه مرکزی مورد نظر قرار گرفته و جزء مصوبات شورای عالی امنیت ملی است و به عنوان قانون لازم الاجرا است. منابع خبری میگویند 100,000 تومان پولی نیست، حتی 1 کیلو گوشت هم با آن نمیتوان خرید و پاسخگوی نیازهای مردم و معیشت آنها نخواهد بود. حسن روحانی امروز در نشست هیئت دولت طی سخنانی گفت در آستانه اعمال محدودیت‌های شدید کرونا در کشور قرار داریم و در همین راستا شهرهایی که شرایط قرمز دارند تقریبا تعطیل و شهرهای نارنجی نیمه تعطیل می‌شوند. جزء ارائه دهندگان خدمات ویژه که برای مردم بیان شده و بیان خواهد شد وی افزود این تعطیلات کنار هشدار فضایی برای تنفس کادر درمان ایجاد می کند. وی افزود این تعطیلات کنار هشدار فضایی برای تنفس کادر درمان ایجاد می کند تا بتوانند به فعالیت‌هایشان ادامه دهند. وی ادعا کرد افرادی که مشمول این کمک خواهند شد در آذر، دی، بهمن و اسفند ماهانه به ازای هر نفر 100,000 تومان کمک بلا عوض دریافت خواهند کرد. مقام های امنیتی عراق گفتند لحظاتی پس از آن که اعلام شد دولت دونالد ترامپ در نظر دارد تا روز 15 ژانویه سال آینده بخشی از نیروهای آمریکایی را از عراق خارج کند، دست کم 4 راکت به سوی منطقه سبز بغداد شلیک شده است. سرپرست وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که نسبت نیروهای نظامی آمریکا در عراق و افغانستان برای هر کدام به 2500 نفر کاهش خواهد یافت. این حملات راکتی در حالی صورت گرفته است که در مهر ماه گذشته شبه نظامیان شیعه عراقی مورد حمایت ایران اعلام کردند حملات به اهداف آمریکایی ها را متوقف کردند، مشروط بر اینکه بغداد یک جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق ارائه کنند. گروه های شبه نظامی عراقی مورد حمایت ایران میگویند با توجه به اینکه دی ماه سال گذشته پس از عملیات منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی
فرمانده نیروی قدس سپاه و ابو مهدی مهندس نایب رئیس هشت شعبی پارلمان عراق رأی به خروج نیروهای خارجی از کشور داده است، دولت عراق باید هر چه زودتر این مصوبه را اجرایی کند. حسن روحانی در نشست امروز هیئت دولت بیان که نام فرد یا گروه خاص اشاره کند، عده‌ای را متهم کرد که با هدف آماده کردن فضا برای انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 و از ضربه وارد کردن به دولت او مجانی در حال تطهیر آمریکا هستند. و ادعا کرد برخی از رسانه‌های خارجی پول می‌گیرند و آمریکا را تطهیر می‌کنند، اما عده‌ای مجانی آمریکا را تطهیر می‌کنند به خاطر اینکه به دولت صدمه بزنند و فضا را برای انتخابات 1400 آماده کنند. بقیه آگاهان مورد خطاب حسن روحانی، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و برخی از نمایندگان است که به طور مستقیم و غیر مستقیم حسن روحانی را متهم به همکاری با ایالات متحده آمریکا می‌کنند. وی خطاب به این افراد گفت: هنوز تا انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 در ایران مانده و نباید یأس در جامعه تحویل داده شود. روحانی بدون نام بردن از قالیباف گفت: اشکالی ندارد برای انتخابات خودتان هر کاری که می‌خواهید انجام دهید، اما ایجاد روحیه یأس در جامعه خیانت ملی است. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه با این نظر ایالات متحده موافق است که شرایط سال 2020 با سالی که برجام در آن امضا شد فرق کرده است. مایک پومپو در سفری که این هفته به پاریس داشت، پشت درهای بسته با رئیس جمهوری فرانسه و وزیر امور خارجه آن کشور گفتگو کرد که مسئله ایران و برجام از محورهای این دیدار اعلام شده است. طرفهای گفتگو در مورد این دیدار نشستی خبری برگزار نکردند، اما آقای پومپو پس از آن در مصاحبه با روزنامه فرانسوی فیگارو توضیحاتی در مورد محتوای مذاکرات خود ارائه کرد. فیگارو در یکی از پرسش‌ها از او پرسید: آیا توانستید فرانسوی‌ها را متقاعد کنید که بازگشت به توافق هسته‌ای آنگونه که جو بایدن می‌خواهد فکر بدی است؟ وزیر خارجه آمریکا در پاسخ گفت: بیشک در مورد اینکه آینده یک توافق جدید باید چگونه باشد صحبت کردیم. موضوع خود برجام نیست، موضوع خواسته است که در این سند باید از ایران داشته باشیم. این همان چیزی است که من با رئیس جمهوری مکرون و آقای وزیر لودریان دربارش صحبت کردم. مایک پومپئو در پاسخ به این سوال که آیا امانوئل مکرون با شما در این مورد موافق بود گفت: بله، او موافق است که ما دیگر در شرایط قبلی قرار نداریم. پومپئو تصریح کرد انتظارات فرانسه، آلمان و بریتانیا از ایران با انتظارات آمریکا بسیار سازگاری دارد، حتی اگر درباره چگونگی دستیابی به آنها با یکدیگر اختلاف نظر داشته باشیم. به نوشته روزنامه فیگارو، وزیر امور خارجه آمریکا سپس تأکید کرد که در گفتگو با رئیس جمهوری فرانسه آنچه دربارش به توافق رسیدیم این است که شرایط سال 2020 با شرایط سال 2015 متفاوت است، یعنی زمانی که توافق اتمی با ایران امضا شد. مایک پومپئو در بخش دیگری از مصاحبهش با فیگارو گفت که حکومت ایران منشأ اصلی بی‌ثباتی در خاورمیانه است. وی افزود: فشار حداکثری آمریکا باعث کاهش دلار و منابع مالی در دست حکومت ایران شده که دولت آمریکا بر این فشارها ادامه خواهد داد. وزیر بهداشت حکومت ایران هشدار داد که کشور با بمب ویروس کرونا روبروست و قربانیان کرونا 4 برابر می شود. سعید دهنمکی در نشست خود با مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به نامه عجیب و غم‌انگیز اشاره کرده که او به علی خامنه‌ای و حسن روحانی نوشته است و گفته می شود که گویا همچین نامه‌ای باعث شده تا خامنه‌ای مصادیق تعیین محدودیت‌ها را
بر عهده وزارت بهداشت بگذارد و فرمان دهد هر چه این وزارتخانه گفت باید اجرا شود. حالا قرار است از روز شنبه اول آذر ماه 150 شهر کشور 2 هفته تعطیل شوند. وزیر بهداشت حکومت ایران در این نشست از روز شنبه آینده به عنوان یکی از حیاتی ترین تاریخ ها برای مدیریت کرونا نام برد و گفت اگر مردم کوتاه بیایند بازی را می بازیم و به مرگ های روزانه 4 رقمی می رسیم. سعید نمکی افزود مرگ 4 رقمی یعنی این که به ورطه ای خواهیم رسید که خلاص شدن از آن دشوار است. کما این که زمانی هم که مرگ ها 3 رقمی شد ما با پکیجی از مشکلات روبرو بودیم. وزیر بهداشت حکومت ایران در اصدارات امروز خود در رابطه با اختصاص 1 میلیارد یورو برای مقابله با کرونا گفت مقرر شد این پول در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد که تا 1 ماه قبل 30% آن را دریافت کرده بودیم و ما بقیه را در چند روز اخیر در چند مقطع گرفته ایم. خبرگزاری رویترز امروز چهارشنبه با استناد به گزارشی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشته است که رژیم ایران در حال فعالیت‌هایی در کارخانه زیرزمینی نتنز است که با تعهداتش به قدرت‌های بزرگ مغایرت دارد. در ادامه این گزارش آمده است که حکومت ایران آغاز به وارد کردن مواد خام گاز هگزافلوراید اورانیوم یا همان UF6 به سانتریفوژهای پیشرفته IR2 غنی‌سازی اورانیوم نصب شده در کارخانه زیرزمینی نتنز کرده است. رویترز نوشت این اقدام تازه‌ترین مورد از نقض توافق هسته‌ای به دست حکومت اسلامی است که تهران با قدرت‌های بزرگ امضا کرده است. این خبرگزاری آمریکایی افزود بر اساس متن توافق هسته‌ای ایران تنها حق انباشت اورانیوم غنی شده با دستگاه‌های نسل اول IR1 را دارد و تنها این دستگاه‌ها هستند که می‌توانند در نیروگاه زیرزمینی فعال باشند. رویترز در ادامه نوشت وجود این تاکید در متن برجام یک گزارش قبلی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای نیز خبر داده بود که ایران دستگاه‌های IR2 یعنی سانتریفوژهای نسل 2 را در زیر زمین نصب کرده است. کارخانه نتنز که ظاهراً برای مقاومت در برابر بمباران هوایی ساخته شده اصلی ترین سایت غنی‌سازی اورانیوم در ایران است و اخیراً نیز پرزیدنت ترامپ گزینه‌های حمله به این سایت را 1 روز پس از گزارش بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام شد که اعلام کردند ذخایر اورانیوم غنی شده ایران افزایش چشمگیری یافته است. نیویورک تایمز در ادامه نوشت که هدف هر حمله‌ای خواه موشکی و خواه سایبری تأسیسات هسته‌ای نتنز خواهد بود که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران در آنجا اکنون 12 برابر بیشتر از میزان تعیین شده در توافق هسته‌ای است. هفته گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی نشان داد که تهران یک آبشار یعنی یک خوشه به هم پیوسته از ماشین‌های پیشرفته IR2 را که با تخطی از برجام در کارخانه‌ای بر روی زمین مشغول فعالیت شده اند به کارخانه زیرزمینی خود در نتنز منتقل کرده است. این در حالی که بر اساس توافق هسته‌ای ایران متعهد شده بود غنی‌سازی اورانیوم مورد نیازش برای استفاده در نیروگاه هسته‌ای بوشهر را با سانتریفوژهای نسل اول IR1 انجام دهد. پس از انتشار این خبر تاکنون سایر کشورهایی که با ایران در برجام هستند و ایالات متحده به این گزارش آژانس واکنش نشان نداده اند. از 1 سال پیش تهران با بهره‌مند نشدن از منافع برجام مرتباً اقدام به نقض تعهداتش کرده اما میگوید با بازگشت ایالات متحده به این توافق آماده است که به اجرای تعهداتش بازگردد. ارزیابی می شود که رژیم ایران با این اقدام می خواهد سطح مطالباتی را که از ایالات متحده به هدف بازگشت به مذاکرات دارد بسیار بالاتر برد.
فریدون خامن استاد اقتصاد و اقتصاددان مقیم فرانسه که یه مقاله‌ای در رابطه با بازار سهام این پرسش را مطرح کرده است که آیا دولت کسی بودجه را از جیب مال باختگان بازار سهام جبران کرده است؟ بارها رادیو پیام اسرائیل گزارش داده بود که هدف حکومت از ایجاد سهام در بورس جمع آوری اندک پسندازهای مردم برای جبران کسی بودجه است. فریدون خاوند می نویسد کسی بودجه چگونگی تامین آن که طی چند دهه گذشته سرچشمه شماری از دردهای بزرگ اقتصادی ایران به ویژه تورم بوده، در پی خروج آمریکا از برجام و اعمال فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی به موزلی لاینحل بدل شده است. در واقع با خشکیدن بخش بسیار بزرگی از درآمدهای ارزی حاصل از نفت به عنوان منبع اصلی تأمین مالی بودجه، همراه با فروریزی نرخ رشد اقتصادی کشور و جا خوش کردن آن در محدوده منفی، تنظیم سند دخل و خرج کشور برای سال جاری خورشیدی عملاً به بن‌بست خورده است. این استاد اقتصاد دانشگاه پاریس در ادامه تفسیر خود از نیمه سال 1398 حسن روحانی معضل تنظیم آتی بودجه سال 99 را چنین خلاصه می‌کرد: بودجه عمومی سالانه کشور 450 هزار میلیارد تومان است. بالاترین مالیاتی که پیش‌بینی می‌کنیم سال آینده می‌توانیم دریافت کنیم 150 هزار میلیارد تومان است و این سوال مطرح می‌شود که 300 هزار میلیارد تومان مابقی مورد نیاز را دولت از کجا بیاورد؟ در عمل اما در قانون مصوبه بودجه 1399 رقم بودجه عمومی دولت 511 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و هر دو قوه مجریه و مقننه برای تامین آن ارقامی را ردیف کردند که عدم تحقق آنها روشن‌تر از آفتاب بود. کافی است اشاره کنیم که 50 هزار میلیارد تومان از درآمدهای این بودجه میبایستی از محل نفت تأمین شود، بدون وارد شدن در جزئیات مربوط به نرخ تسعیر ارز و سهم بودجه دولت از کل ارز حاصل از نفت صادراتی. تأمین 50 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی به معنای آن بود که ایران بتواند در سال جاری خورشیدی با صدور 1 میلیون بشکه نفت در روز به قیمت هر بشکه 50 دلار در مجموع حدود 18.5 میلیارد دلار درآمد سالانه از صدور این کالا دست یابد. طرفه این که این هدف به شدت غیر واقع بینانه در شرایط تحریم از تصویب کمیسیون تلفیق و سپس نمایندگان مجلس و بعد شورای نگهبان گذشت. استاد اقتصاد دانشگاه پاریس در ادامه به دیگر منابع بودجه می پردازد و می نویسد بودجه عمومی 511 هزار میلیارد تومانی کشور دست کم با یک کسری 250 هزار میلیاردی روبروست و در ادامه می نویسد با شیوع کرونا و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن رقم کسری بودجه طبعا افزایش یافت و در خوشبینانه ترین حالت به 60% کل بودجه کشور رسید. یک کپسول فضایی شرکت اسپیس اکس با 4 سرنشین پس از طی سفری 27 ساعته با موفقیت در ایستگاه فضایی بین المللی فرود آمد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مأموریت 4 فضانورد اعزامی تا بهار 2021 به طول خواهد انجامید. پرتاب کپسول فضایی دراگون از مرکز فضایی کندی وابسته به ناسا انجام شد. این کپسول که هدایت آن کاملا خودکار انجام شده است، پس از سفری 27 ساعته اواخر شامگاه دوشنبه این هفته در ایستگاه فضایی بین المللی فرود آمد. این دومین بار است که گروهی از فضانوردان توسط اسپیس اکس متعلق به ایلان ماسک، میلیاردر آمریکایی و مدیر خودروسازی تسلا، عازم مأموریت می شوند. از سوی دیگر این نخستین بار است که سپیس اکس فضانوردان اعزامی را برای انجام مأموریتی 6 ماهه
در ایستگاه فضایی بین المللی مستقر میکنند. دو پرتاب آزمایشی این شرکت اوایل سال جاری میلادی انجام شد که هر کدام تنها دو ماه به طول انجامید. کپسول فضایی دراگون حامل 3 فضانورد آمریکایی و 1 فضانورد ژاپنی است که تا اوایل آینده در آوریل آینده در ایستگاه فضایی بین المللی میمانند و پس از آن یک گروه جدید فضانورد جایگزین آنها خواهد شد. ماه گذشته 2 فضانورد روس و 1 فضانورد آمریکایی از پایگاه فضایی روسیه در قزاقستان به ایستگاه فضایی بین المللی اعزام شده بودند و حالا با فرود موفقیت‌آمیز کپسول دراگون 4 فضانورد شرکت سپیس اکس نیز به این گروه پیوستند. 4 فضانورد اعزامی به ایستگاه فضایی بین المللی نام استقامت را روی فضاپیمای خود گذاشتند تا در روزهایی که اغلب کشورهای دنیا با پیامدهای بحران همه‌گیری ویروس کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند، الهام بخش و پیام‌آور امید باشند. قرار است منظور جلوگیری از گسترش ویروس کرونا 150 شهر و کرانشهر از جمله تهران به مدت 2 هفته تعطیل شود. منع رفت آمد درون شهری در مناطق قرمز از ساعت 9 شب تا 4 بامداد خواهد بود. علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در پی یک نشست ویژه این ستاد اعلام کرد علاوه بر منع تردد بین شهری که از پیش وجود داشت، در شهرهایی که قرمز و نارنجی اعلام می شود فقط کسانی که دارای پلک بومی آن شهر هستند اجازه رفت آمد دارند. در این نشست آنلاین که با حضور حسن روحانی برگزار شد مقرر گردیده که در مناطق قرمز همه جا تعطیل شود. به جز گروه شغلی شماره 1 که مایحتاج ضروری شهروندان را عرضه می کنند. او در این راستا از نانوایی ها، سوپرمارکت ها، بیمارستان ها، مطب، داروخانه و امثال هم نام نبرد. در ادارات دولتی مناطق قرمز و حداکثر تا 1/3 می توانند حضور یابند و شمار کارکنان ادارات در مناطق نارنجی حداکثر نصف کارکنان اداره باید باشد و در مناطق زرد حداکثر تا 2/3 کارکنان. مینو مهرز در گفتگو با یک پایگاه خبری به نام امتداد وضعیت کنونی شیوع کرونا در ایران را سیاه‌ترین روزهای خود توصیف کرد و گفت این همه‌گیری در آستانه تعطیلی 2 هفتگی پایتخت همچنان در حال پیشروی است. در همین حال طاهره چنگیز رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت پیک دوم و سوم نداشتیم و بیماری پیوسته بود که این باعث خستگی و فرسودگی کادر درمان شده است. از سوی دیگر پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری تهران ضمن انتقاد از عدم توجه به شیوع شدید کرونا در ایران گفت تعطیلی 2 هفتهی پیش رو به عنوان یک مسکن عمل می کند. شرکت داروسازی فایزر از اجرای برنامه آزمایشی ارسال واکسن کرونا در 4 ایالت آمریکا خبر داده و همزمان در تلاش است تا چالش‌های توزیع واکسن کرونا از جمله ذخیره‌سازی و تحویل محموله‌های واکسن در دمای فوق سرد منفی 70 درجه سانتیگراد را برطرف سازد. به گزارش رویترز مدیران فایزر قصد دارند اجرای این طرح آزمایشی را در رود آیلند، تگزاس، نیومکزیکو و تنسی آغاز کنند. این 4 ایالت بر اساس تفاوت‌هایی که دارند از جمله مساحت کلی، تنوع جمعیتی، زیرساخت ایمنسازی و دسترسی افراد در محیط‌های مختلف شهری و روستایی انتخاب شدند. واکسن تولیدی این شرکت آمریکایی که بر اساس داده‌های مقدماتی تا 90% علیه ویروس جدید کرونا مؤثر است باید در دمای منفی 70 درجه سانتیگراد ذخیره و ارسال شود. شرایط ذخیره سازی واکسن کووید 19 تفاوتی فاحش با استاندارد واکسن سایر بیماری ها دارد که عموما در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد نگهداری و ذخیره می شود.
فایزر در جدیدترین اطلاعیه خود ابراز امیدواری کرد که دیگر ایالت‌های آمریکا و همچنین دولت‌ها در سراسر دنیا بتوانند از نتایج اجرای این برنامه ارسال آزمایشی واکسن الگو برداری کنند. این شرکت داروسازی تأکید کرده است که اجرای این برنامه آزمایشی امتیازی برای 4 ایالت یاد شده ایجاد نمی کند و به معنای تحویل پیش از موعد دوزهای واکسن در آنها نیست. به گفته فایزر، توزیع دوزهای واکسن به طور همزمان در همه ایالت‌های آمریکا انجام خواهد گرفت. انتظار می‌رود تا چند روز آینده داده‌های کافی برای اطمینان از اثر بخشی این واکسن در ابعاد گسترده در دسترس قرار گیرد. مقامات حکومت خودگردان فلسطینی پس از دریافت یک پیام کتبی از جانب اسرائیل اعلام کردند که به قطع رابطه با اسرائیل و همچنین تحریم تماس و مذاکره با این کشور پایان می‌دهند و خواهان بازگشت به میز مذاکرات و سرگرفتن همکاری‌های امنیتی بین طرفین هستند. آگاهان می‌گویند که این تغییر جهت دولت محمود عباس در کرانه باختری با پیروزی اعلام شده جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ارتباط دارد و فلسطینیان اکنون می‌خواهند برگ تازه‌ای بگشایند. محمود عباس دولت پرزیدنت ترامپ را به خاطر حمایت از برخی خواسته‌های اسرائیل مورد تحریم قرار داده بود و نه تنها حاضر به گفتگو درباره طرح صلح آمریکایی موسوم به معامله قرن نشد، بلکه حتی از دیدار با مقامات ارشد آمریکایی روی گرداند. اسرائیل از دیرباز خواستار شده که حکومت خودگردان از ادامه پرداخت مقرری ماهیانه به تروریست‌هایی که در زندان‌های اسرائیل نگهداری می‌شوند و همچنین از پرداخت مستمری به خانواده‌های تروریست‌های هلاک شده دست بردارد. اسرائیل می‌گوید که این کمک‌های مالی باعث تشویق عملیات تروریستی می شود و حتی مواردی وجود داشته که یک جوان فلسطینی به هدف تأمین معاش خانواده خود علیه اسرائیلیان مرتکب جنایت شده تا به زندان افتد و خانوادهش از مقرری ماهیانه برخوردار گردد. اسرائیل سال گذشته اعلام کرد که مبلغ کلی این کمک‌های مالی به تروریست‌ها و خانواده‌های آنان را از پولی که هر ماه بابت عوارض گمرکی دریافتی به حکومت خودگردان باز می‌گرداند خواهد کاست و این اقدام خشم حکومت خودمختار را برانگیخت و از دریافت پول‌های بازگشتی خودداری کرد. مبلغ کلی این امر به بیش از 1 میلیارد دلار می‌رسد و اکنون حکومت خودگردان به علت کمبود شدید مالی خواهان تحویل گرفتن آن است. اسرائیل با فرستادن یک پیام کتبی در صدد دلجویی از فلسطینیان برآمد و اکنون آنها اعلام می‌دارند که روابط با اسرائیل را اثر خواهند گرفت. یک گزارش خبری می‌گوید که ارتش ایالات متحده در حال خرید اطلاعات خصوصی جمع‌آوری شده از اپلیکیشن‌ها در سراسر جهان است، از جمله چند اپلیکیشن ویژه مسلمانان که تقریباً 100 میلیون بار بارگیری شدند. تحقیقی که در این مورد توسط مجله آنلاین انجام شده و جزئیات آن در شبکه‌های خبری چون الجزیره بازتاب یافته است، نشان می‌دهد که ستاد فرماندهی عملیات ویژه ایالات متحده اطلاعات مکانیابی افراد را از چندین شرکت مختلف تهیه می‌کند. بنابراین گزارش، محبوب ترین اپلیکیشن در میان افرادی که هدف فعالیت مکانیابی این ستاد بودند، یک برنامه کاربردی نماز قرآن به نام مسلم پرو است که بیش از 98 میلیون بار در سراسر جهان بارگیری شده است. اپلیکیشن های دیگر شامل برنامه های چون همسریابی مسلمانان است. به نوشته الجزیره، ارتش آمریکا این گزارش خبری را تایید کرده است و تیم هاوکینز فرمانده نیروی دریایی ارتش آمریکا میگوید دسترسی ما به این نرم افزار برای پشتیبانی از نیازهای ماموریتی نیروهای عملیات ویژه
در خارج از کشور صورت میگیرد. بنابر گزارش های یکی از شرکت های دخیل در فروش داده های مکان افراد شرکت ایکسمارت گفته است که ماهانه 25 میلیون دستگاه را در داخل ایالات متحده و 40 میلیون دستگاه را در جاهای دیگر از جمله در اتحادیه اروپا، آمریکای لاتین و منطقه آسیا و اقیانوسیه ردیابی می کند. متن کامل و مشروع این گزارش‌ها و خبرهای دیگری را درباره ایران، اسرائیل و اموری که به هر دو کشور مربوط می‌شود، می‌توانید در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radis.org مطالعه کنید. پیش از خداحافظی با شما یادآوری می‌کنیم که تلویزیون ایران آریایی که بازتاب دهنده آرمان‌های ملی ایرانیان است و در راه آزادی این سرزمین پیکار می‌کند، هر روز برنامه خبری ما را 3 بار در ساعات مختلف پخش می کند که نخستین آن ساعت 8 بامداد به وقت کالیفرنیا می باشد. برنامه خبری ما را در هر لحظه از شبانه روز که مایل باشید می توانید از طریق تلفن همراه خود و یا اینترنت بشنوید. توصیه می کنیم اپلیکیشن ما را در تلفن دستی خود نصب کنید تا هر روز با فشار یک دکمه بتوانید برنامه ما را گوش کنید. برای نصب اپلیکیشن ما وارد اپستور تلفن دستی خود شوید و به فارسی یا به خط انگلیسی بنویسید رادیو پیام اسرائیل. همچنین صدای ما را در همه شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک تا توییتر و از تلگرام تا اینستاگرام می توانید بشنوید. نشانی وبسایت ما از این قرار است: radis.org. نشانی ما به خط لاتین این گونه نوشته می شود: RADIS. تکرار می کنم: RADIS. پاینده ایران، جاوید اسرائیل.